سلام جمعه 15 آذر 98 دسامبر 2019 میلادی خانم میشل باشله معاون دبیر کل و کمیسیون عالی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی مواردی رو مطرح کرده که تایید میکنه جنایت هایی رو که توسط آقای خامنه ای و عمال او در جمهوری اسلامی علیه مردم ایران صورت گرفته او گفته در ماه شهر دست کم 23 نفر و کشته شدند و یا اینکه کشته ها بسیار بیشتر از اینه پاره منابع محلی کشته ها رو تا 200 نفر هم برآورد کرد خانم باشله مطرح کرده که حضور یک یا چند مسلح این واکنش مرگبار رو توجیه نمیکنه در پاره شهرها گفته تیراندازان از بالای ساختمان دادگستری به مردم شلی کردند یا از هواپیما مردم رو از هلیکوپتر مردم رو به گلوله بستند تیراندازی به قصد کشت صورت گرفته یعنی شوت تو کیل که یا از پشت و یا از روبرو به ارگانهای حیاتی شلیک شده از جمله به سر حال او عنوان کرده که دستور شلیک به قصد کشت از موارد جدی نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت هستش و خواستار این شده که یک هیئتی از سوی محافل بیطرف کمیسیون بین المللی به این جنایت ها رسیدگی کنه اما فیسبوک صفحه عربی آقای خامنه ای رو بست و به دلیل نقض مقررات این رسانه اجتماعی قبلا اینستاگرام هم صفحه قاسم سلیمانی و دخترش و صفحات آقایان خامنهی فرماندهان عالی سپاه و پاره مسئولین دیگر رو بسته بود دولت امریکا نامه به شبکه های اجتماعی نوشته و خواستار بستن توییتر و سایر صفحات آقای ظریف هم شده امریکا سه دیگر از نزدیکان به جمهوری اسلامی در عراق رو تحریم کرده قیس خز علی و برادرش لیس از اعضای رهبری اصائب اهل حق از جمله تحریم شدهان و همینطور حسین فالح الالامی آلای آلا آلا آلامی از کسانی است که از مسئول امنیت هشت و شبی است اونها هم مشمول تحریم امریکا قرار گرفتند همینطور امریکا پانزده میلیون دلار جایزه تعیین کرده برای کسانی که اطلاعات در مورد آقای شهلایی سردار شهلایی فرمانده یا عبدالرزا شهلایی از فرماندهان سپاه در یمن بدند به گفته مقامات امریکایی او در کشتار امریکایی ها در عراق دست داشته و همینطور در توطعه ترور عادل جبیر سفیر وقت عربستان در آمریکا اما جلسه برجام که در سطح معاونین وزارت خارجه های کشورهای پنج به اضافه یک یا چهار به اضافه یک به همراه اتحادیه اروپا تشکیل میشد در وین به دلیل اینکه عدهای از ایرانی ها قرار بود تظاهرات مسالمت آمیز داشته باشند به جای دیگه منتقل شد به گفته آقای دکتر حسن نایب هاشم قبلا مجوز تظاهرات سلحامیز در مقابل هتل محل جلسه هتل کوبرگ گرفته شده بود از پلیس ولی هیئت ایرانی گفت که اگر این تظاهرات بخواد انجام بشه جلسه را ترک خواهد کرد و در نتیجه با تأخیر جلسه به محل ساختمان نمایندگی اتحادیه اروپا در وین منتقل شد و در اونجا برگزار شد جالبه که مقامات جمهوری اسلامی در داخل که تظاهرات مسالمت آمیز مردم رو به خون میکشند در خارج هم حتی نشان میدن که تحمل یک تظاهرات مسالمت آمیز رو ندارم اما در ایران دلار به سیزده هزار و سد و سی تومان هم رسید و احتمالاً باز هم روند سقوط ریال ادامه پیدا خواهد کرد صندوق بین المللی پول گزارش کرده که کل صادرات نفتی و غیر نفتی ایران که سال گذشته 103 میلیارد دلار بود در سال جاری میلادی به 60 میلیارد و در سال آینده 2020 به 55 میلیارد دلار خواهد رسید در سوی دیگه واردات ایران هم که سال گذشته 93 میلیارد دلار بود امسال به 72 میلیارد و سال آینده به 71 میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب کسری موازنه بازرگانی در سال 2019 و سال 2020 دست کم 13 و 16 میلیارد دلار خواهد بود. به امید پیروزی ایران و ایرانی